دوستای خوبم سلام من رضا هستم به کلاس درس خوش اومدید امروز میخوایم با هم دیگه چند تا تمرین از مبحث دایره حل بکنیم اما این تمرینی که میخوایم حل بکنیم این استش. میخوایم معادله دایره رو به مرکز مبدأ مختصات بنویسیم که به خط 4x به 3y مساوی 10 مماس باشه خب جلسه پیش با هم دیگه دیدیم که دایره ای که مرکزش مبدأ مختصات هست معادلش در حالت کلی به این صورت هستش x2 y2 مساوی با R2 پس چیزی که ما باید توی این سوال به دستش بیاریم R یا همون شعاع دایره هستش خب برای اینکه ببینیم چطور میتونیم R رو به دست بیاریم بیایید اول یک شکل برای مسئلمون بکشیم خب چیزی که تو شکل باید نشونش بدیم خط 4x به علاوه 3y مساوی 10 هستش خب بیاید اول محورهای مختصاتمون رو مشخص بکنیم این محور x و این هم محور وای خب حالا خط 4x به علاوه 3y مساوی 10 رو چطور میتونیم اینجا بکشیم چون معادله یک خط راست هست دو نقطش کافیه که ما بتونیم خط رو از روی اونها بکشیم اولین نقطه رو میتونیم محل تقاطع خطمون با محور وای ها در نظر بگیریم که همون عرض از مبدع خطمون هست و برای پیدا کردنش x رو توی معادله مساوی صفر قرار میدیم و از اونجا وای به دست میاد ده سوم که فرض میکنیم یک همچین نقطه ای هستش دومی نقطه رو میتونیم طول از مبدع خطمون بگیریم یا محل برخوردش با محور x ها برای اینکه اون نقطه رو به دست بیاریم وای رو توی معادله مساوی صفر قرار میدیم و از اونجا x به دست میاد 10 چهارم پس محل تلاقی با محور x ها یک همچین نقطه ای هستش حالا کافیه که ما این دوتا نقطه رو به هم دیگه وصل بکنیم تا از روی اون خط 4x مساوی 4x به علاوه مساوی 10 به دست بیاد خب حالا ما میخوایم شعاع دایره رو به دست بیاریم که بر این خط مماس هستش حالا من سعی میکنم این دایره رو اینجا براتون بکشم تقریباً همچین دایره ای هستش دایره ای که به این خط مماس هستش خب اگر این خط بخواد بر دایره ما مماس باشه شرطش چی هستش جلسه پیش با هم دیگه دیدیم که هر نقطه ای توی صفحه که فاصلش تا مرکز دایره کمتر از شعاع دایره باشه داخل دایره قرار میگیره و هر نقطه ای توی صفحه که فاصلش تا مرکز بیشتر از شعاع دایره باشه خارج دایرهمون میفته پس شرط این که این خط بر دایرهمون مماس باشه یعنی تنها توی یک نقطه دایره ما رو لمس بکنه این هستش که هیچ نقطه ای روی خطمون نباشه که فاصلش تا مرکز دایره کم تر از شعاع دایرمون باشه و تنها این نقطه که نقطه مماس شدن بر دایره هست باید فاصلهش تا مرکز دایره دقیقا برابر با شعاع دایرمون باشه و از هندسه خاطرمون هست که وقتی خطی بر دایره مماس هست شعاعی که از نقطه مماس شدن رسم میشه همیشه بر خط مماس عمود هستش پس در حقیقت فاصله مرکز دایره ما تا خط 4x به مساوی 10 برابر با شعاع دایره همون هستش خب پس کافیه ما این فاصله رو به دست بیاریم فاصله مبدع تا خط 4x به علاوه 3 y 10 تا مجهولی که دنبالش هستیم رو پیدا بکنیم خب چطور میتونیم این فاصله رو به دست بیاریم فاصله نقطه از خط یک رابطه ای داشت که من اینجا براتون یادآوری میکنم اگر در حالت کلی ما خطی داشته باشیم به معادله ax به علاوه به وای به علاوه C مساوی صفر و نقطه توی صفحه x و y داشته باشیم به مختصات m و n پس این نقطه دلخواه هستش و این هم یک خط دلخواه توی صفحه هستش در حالت کلی فاصله این نقطه از خط که با دی میتونیم نشونش بدیم برابر خواهد بود با قدر مطلق آزب در M به علاوه بی زب در N به علاوه C تقسیم بر رادیکال آب به توان دو به علاوه B به توان دو خب حالا ما میتونیم از این رابطه کلی استفاده بکنیم تا فاصله مبدع مختصات تا خطمون رو به دست بیاریم اگر ما بخوایم معادله خطمون رو به این فرم بنویسیم به این صورت در میاد 4x به علاوه 3y منهای 10 مساوی استش با صفر پس ما داریم آ مساوی چهار به مساوی سه و سی مساوی منفی ده از طرفی نقطه ای که میخوایم فاصلش رو تا خط اون به دست بیاریم مبدع مختصات هستش پس مختصات اون نقطه صفر و صفر هستش یعنی داریم M مساوی صفر و N هم مساوی با صفر خب حالا بیا جاگذاری بکنیم توی فرمول فاصله نقطه از خط به دست میاریم D مساوی خواهد بود با سه زب در صفر به علاوه از میخوام اولی چهار هستش چون آ مساوی چهاره چهار زب در به علاوه سه زب صفر منهای ده تقسیم بر رادیکال چهار به توان دو به علاوه سه به توان دو خب چهار ضبر در صف که مساوی صف هستش سه زب در صف مساوی صف هستش پس به دست میاریم قدر مطلق منفی ده میشه ده و مخرج اونم چهار به توان دو بله سه به توان دو میشه بیست و رادیکال بیست و پنج, بیس پنج مساوی پنج هستش پس این دی مساوی دو میشه که فاصله مبدع مختصات تا خط ماه و برابر با شعاع دایرمون هم هست بنابراین معادله دایره که ما میخواستیم بنویسیم کافیه توی این معادله R رو مساوی دو قرار بدیم چون به دست آوردیم دا شعاع دایرهمون مساوی دوه پس معادله دایره مورد نظرمون خواهد بود x2 به علاوه y2 مساوی با 4 خب این از این تمرین حالا بیایید با هم دیگه بریم یک تمرین دیگه در مورد دایره حل بکنیم خب دومین سوالی که می‌خوایم با هم دیگه حل بکنیم این هستش. گفته شده که از نقطه 3 و 0 دو مماس به دایره x2 y2 3 رسم میکنیم تا به دایره در نقاط A و B مماس بشه. حالا هم از ما خواسته شده که مختصات نقاط A و B رو پیدا بکنیم. من برای اینکه یه خورده وقت صرف رجی بکنیم شکل مسألمون رو اینجا کشیدم براتون. این دایره x2 y2 3 هستش که شعاعش چقدره؟ رادیکال 3 درسته و این هم نقطه سه و 0 هستش که چون مختصه وایش 0 روی محور ایکس ها قرار داره دو تا مماس از این نقطه به دایره رسم کردیم که دایره رو تو نقاط A و B بهش مماس شده و حالا ما میخوایم که مختصات A و B رو به دست بیاریم خب پس برای هر کدوم از نقاط A و B ما دو تا مجهول در حقیقت داریم مثلا اینکه نقطه A ما هست x a و y a دو تا مجهول مربوط به نقطه a هستن که باید به دستشون بیاریم و برای نقطه b هم باید x b و y b رو به دست بیاریم خب چون دو تا مجهول برای هر کدوم از نقاط a و b داریم احتیاج به دو تا معادله داریم تا بتونیم مختصات هر کدوم از این نقاط رو با حل کردن یه دو معادله و دو مجهول به دست بیاریم خب بیاید اول بریم سراغ نقطه a اولی معادله ای که تا مختصه نقطه A باید توش صدق بکنن چی هستش؟ خب دقت کنید که نقطه A روی دایره من قرار داره پس مختصات نقطه A باید توی معادله دایره ای که داده شده صدق بکنه یعنی در حقیقت باید داشته باشیم X A به توان دو به علاوه وای Y آ به توان دو مساوی با سه خب دومین معادله ای که x a و y با باید توش سرق بکنن و چطوری میتونیم به دست بیاریم خب همونطور که توی سوال قبل هم دیدیم و از هندسه باید یادمون باشه وقتی که یه خط به دایره مماس میشه شعایی که از نقطه مماس شدن اون خط به دایره برای دایره رسم میشه همیشه بر خط امود هستش خب یعنی این شعار رو از نقطه آ اگر رسم بکنیم زاویه قائمه با خط می سازه. همینطوری شعاری که به نقطه B خط میشه بر این یکی خط عمود هستش خب طول این شعا چقدر هستش چون شعا دایرمون رادیکال 3 هر کدوم از اینا رادیکال 3 هستن خب حالا دقت بکنید که ما اینجا دو تا مسلسه قام و زاویه توی شکلمون داریم که شعاع یک زلش رو میدونیم و دیگه چه اطلاعاتی راجع به مثلثمون داریم طول وترش رو هم میدونیم درسته میدونیم که وترمون طولش سه هستش آفرین چون این نقطه نقطه سه و سفره و اینجا هم مبدع مختصاته پس ما میتونیم فاصله نقطه آبه از نقطه سه و صفر رو که در حقیقت زل سوم این دوتا مسلس قام قائم زاویه هست که با هم دیگه متشابه هستن به دست بیاریم دقت کنید که این مسلس بالایی و ترش رو داریم یک زل زاویه قائمه رو داریم پس با استفاده از قضیه فیساخورس میتونیم این فاصله رو که رو میذاریم دی به دست بیاریم عین همون میتونیم فاصله نقطه بی از نقطه 3 و صفر رو هم که رو میذاریم دی به دست بیاریم و چون دوتا مثلث متشابه هستن و در حقیقت دوتا مثلث با هم دیگه مساوی هستن کاملا این دوتا فاصله هم یکی هستش خب بیایید فرض کنیم که میخوایم فاصله نقطه a رو به دست بیاریم از نقطه 3 و صفر فاصله برابر چقدر میشه طبق قضیه فیثاغورس خواهیم داشت رادیکال سه به توان دو به علاوه یه دی به توان دو مساوی هستش با وتر مثلث به توان دو که مساوی سه هستش پس داریم دی دو مساوی نه منهای سه که میشه شیش پس دی مساوی رادیکال 6 هستش پس هر دو نقاط A و B از نقطه 3 و 3 فاصله مساوی رادیکال 6 دارن خب حالا میتونیم معادله دومی که مختصات هر کدوم از این نقاط باید توش صدق کنه رو راحت به دست بیاریم اون معادله معادله فاصله اونها از نقطه 3 و 0 هستش خب فاصله نقطه A از نقطه 3 و 0 همونطور که توی جلسات قبلی دیدیم برابر هست با رادیکال معلفه x نقطه A منهای معلفه x نقطه دوم که هست به توان دو به علاوه معلفه y نقطه A منهای معلفه y نقطه دوم که صفر هستش چون این نقطه نقطه سه و صفره به توان دو که این مقدار همونطور که از قضیه فیساغورس به دست آوردیم مساوی با رادیکال 6 هستش. حالا دو طرف معادلمون رو به توان دو می رسونیم. به دست میاریم x a به منهای سه به توان دو به علاوه y a توان دو مساوی هستش با 6 پس این دومی معادله یه که مختصات نقطه a باید توش صدق بکنه اولی معادله چی بود؟ x a به توان 2 به علاوه وای آب توان دو مساوی هستش با سه خب این دو معادله دو مجهول حالا اگر حل بکنیم مختصات نقطه آب به دست میاد حل کردنش هم خیلی ساده است میتونیم معادله دوم رو از معادله اول کم بکنیم تا وای ها با هم دیگه ساده بشن اون وقت به دست میاریم ایکس آ منهای سه به توان دو منهای x a به توان دو مساوی هستش با 6 منهای 3 که میشه 3 حالا این را اگر بستش بدیم به دست میاریم چی؟ x a به توان 2 به علاوه 9 منهای 6 x a منهای x a به توان 2 مساوی استش با 3 x a به توان دو با هم دیگه ساده میشه 6x رو میتونیم ببریم سمت راست 3 رو بیاریم سمت چپ و نهایتا به دست میاریم 6x مساوی با 6 بنابراین x a مساوی هستش با 6 تقسیم 6 که میشه 1 خب حالا وای آ رو چطوری میتونیم به دست بیاریم ایکس آ رو که از اینجا به دست آوردیم تو یکی از این دو تا معادله مثلا معادله دوم که ساده تر هستش جاگذاری میکنیم اون وقت به دست میاریم چی ایکس آب به توان دو که مساوی یک هستش به علاوه وای آب به توان دو مساوی با سه بنابراین وای آب به توان دو میشه سه منهای یک که دو میشه و وای آ میشه چی رادیکال دو پس مختصات نقطه آمون رو ما اینجا تونستیم به دست بیاریم برابر با یک و یک و رادیکال دو خواهد بود عین همین کار میتونیم مختصات نقطه بمون رو هم به دست بیاریم و به خاطر تقارنی که شکل داره میتونیم ببینیم که مختصه ایکس نقطه ب دقیقا با مختصه ایکس نقطه آ یکی هستش پس x به مساوی با یک میشه و چون نقطه به دقیقا قرینه نقطه آن نسبت به محور x ها هستش معلفه وای نقطه بیمون میشه منفی معلفه وای نقطه آ پس برابر با منفی رادیکال دو میشه پس برای نقطه بی رو به دست آوردن لازم نیست که دوباره همه این دستگاه معادلات دو مادل و دو مچهول رو حل بکنیم میتونیم از تقارن مسئلهمون مختصات نقطه B رو نتیجه بگیریم جلسه بعد شروع میکنیم در مورد بیزیاد گرفتن خدا حافظ.